نکن بچه را بسر شورش رو در آوردی. بس دیگه تو کی میخوای انتظار بکشی؟ بلند شو بگو بخند برم. راست میگه دختر، آخه ما به خاطر تو اومدیم اینجا. اون وقت خودت نشستی ما رو تماشا میکنی؟ آخه هنوز یار عزیزش نیومده. هر وقت جعفر جونش اومد اونم مثل ما شلنگ چی؟ جعفر جونش یا جعفر جنی؟ خب معلومه جعفر جنی. راستی چرا ما میگن جعفر جنی؟ چه میدونم، خودش میگه چون بچگیش قش میکرده بهش میگفتن جعفر جنی. حالا چرا اینقدر دیر کرده؟ آخه بابا پسره برای خودش مدیر هتل، مسئولیت داره جون. همین دلیل نمیشه که محبوب برای چش به راه بذاره. حتما میاد. چرا اینقدر درباره اون حرف میزنی؟ ببینم چیزی میخوریم بگم بیارم. او البته بگو به سلامتی جعفر آقا یه دور مشروب بیار. حالا گارسون که رفتون برفتون بلند شوید. ما میریم تو چه فرمیاد هم باید که پاشو برم یکاریش میکنم. ما بعد از رفت مشروب میکنیم. آقا چیکار میکنی مرد حسابی؟ صورت هم درد آمد، چه رقه قایم میزنی؟ اینگر به حضرت علی خوبی نیامده. این خوبیه؟ خب بله دی، این سیلی زدن بعد از اصلاح هزار و یک خاصیت دارد. مثلا چه خاصیتی داره؟ اولا داشتیم که صدای قشنگی داره، میگی نگوش بده تتق تق 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 دنبگی رو برو خدا بدر که بیامرزه، صدای قشنگی داره. این یه دنه بود، هزار و پوستد و نبدنو تایی دیگه مونده. بگم من همین یکی که گفته واسه هزار پشتم کافیه. باش زود باش، من باید به جشن تولد محبوبه برسم. کدام و تنم کن به جماعت علکو گلا زود باش به جماعت علکو. چی شد قربان؟ اون شگردن که یاد رو حواست من پاد شده. خیلی معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. متشکرم. بری بر کتو این حواست نیست اما من دیگه قاطی کتو شلوار شده است. نه جم معذرت میخوام. ببخشید آقای مدیر، اون دختر خانم فرنگی تشریف آورده. اوخی جان چی شد؟ دیدی بیچاره شدن؟ برای چی؟ خب خانم جو میخواستی بگی جعفر نیست، رفته خونه شون، مرده. پول منو خورده. بالاخره یه جوری دست به سرش میکردی و میرفت. من چی میدونستم شما امشب دلتون نمیخواد ایشون ملاقات کنی؟ حالا چه خاکی من به سرم میریزم؟ من بگویم دزبشون بکن. خاک آلو. چی شد؟ چه خاکی؟ آلو زالو. تو نمیگی که بذارم تو بگذارش ها، یه فکری به حال من کنی. من یه جو قایم هم برو کنم. من خود رو نمیگیم. او شما چقدر اش میوقت میه میه. آخه میدونی میدونی من داشتم دنبال چیز میره. پول اطلاعی من میگشت. خود نوی میگشتم. بله امشب کلی کشکر کردی. شما حتما دنست من آمد. اینطور نیست جفری رئیزا؟ یعنی به دلم الهام شده بود. بله خانم جان، جفری جان چون میدنست شما میای صورت همچین چرخیقه کرده. چرخیقه؟ چرخیقه چی هست جفری؟ مرش کن عزیزم، پرد و بلا داره میگه. ببینم عزیزم حتی تو امشب کار داری؟ نه من امشب آمد که پیش تو بود. میخوام نباشه. ایچی گفت شما؟ ایچی گفتم خوش اومدی. ای گویه گویه جعفر آقا خیلی به شما علاقه داره. امشبم همهش منتظر شما بودم. الکی راست میگه جفری؟ آره راست میگه. میبری بریزم میبری. آسف کن، باید قسم خور که حتما منتظر من بود. میگم به جون پنجت بچم من منتظر تو بودم. برو بری برو بری. به سلامت آقای مدیر، انشالله که خوش بگذرد به جناب عالی. باش اندازه اونجا باش، من الان میام پیش. داره برو بین جوینم خیلی خدا. یواش گرد اگه محبوب تلفن کرد بگو زره بچهش از مسافرت برگشته و میگیری. نه چرا؟ خیلی معذرت میخوام، من اهل دروغ نیستم. این دفعه رو بگو جان دلم اومدم. جفی جان بیچاره محبوب رو بگو الان منتظر اینه. از بس حقه بازه. تو رو خدا ببین به هر دختری میرسه میگه به جون زن و پنجت بچم، در حالی که نه زن داره نه بچه. قربان اون چشمای قشنگ تو برم، اگر جعفر آقا این حرفا رو نزنه دخترم مثل آدم سه بلبل نشان اینی میچسبنده ول نمیکنن. اون وقت مجبور روزی هفته عروسی بکنه، سوتش خودش میگیره که هفته شما این چرا من زد؟ جفی جان قربان تو برم من. خودتون 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 مایی ابن ماجم باسته ده این ناجیس حق باز. حالا کار تو به جایی رسیده که اول شبم توی خواب رمی.
کردی؟ الان حسابت میرسه. بیا جلو جلو. بیا جلو بسرم. بیا جلو. بیا جلو. پوف نکن بچه از خواب بیدار میشه. بیا صورت بشورم میخوام بریم صبحانه بدم با تو. بیا اینا کاری نامرد اگه مردی بایست اگه مردی بیا خب عزیز دلم گلی جان تقصیر خودت ده تو میدونی این نامرد جا خالی میده پس تو میدونستی اون جا خالی میده خب بله بی قربان تو بله قربان اون گرقم بیلت برم خب ریخ که ریخ به جهنم به اسفل و سافلین بله بله بفرمه میخواستم با جعفر آقا صحبت کنم شما؟ ها محبوب خانم ایشون خیلی وقت تشریف بردن دقیقا نمیدونم ولی خیلی وقت رفتم متشکرم کسی اینجا هنی؟ بونژور مدمدل حالت چطور هست؟ متشکرم فرمایشی داشتید آقای عزیز خب معلوم هست اتاق میخواهد آقای دروازه بان بله خانم یه اتاق بدید بیرام سلام عرض میکنم سلام ببخشید شما دروازه بان هستید اسم فامیلمه ببینید اینجا نوشته شما چه نازنین هستید لو دروازه بان لطفا اسم و مشخصات خودتون اینجا بنویسید واه مده میخواه همی زیواش کنه این مقرراته چقدر تشریفات داره بده من قلمی تو بفرمید آقا رو به اتاق 11 راه نمید بفرمید قربان اجازه من چند تا شرط دارم اولا باید من فندوق صبحانمونو تو رخت خواب بخوری بعدم صبح به صبح سلمونی بیاد و اصلاحمون کنی اتفاقا خودش اینجاست آقای صافکار سلمونی هتله سلام آیان سلام تو چقدر نازی مشکل نازه قربان توری میگم جونی بله بله من نازم و خودم خبر نداشتم البته جونی بندش کوشو چی گفتی؟ تو با این هیکلت خجالت نمیکشی دراز بیغوار ادای بچه قندقیه رو در میاری؟ ای وای عوضی فهمیدی جونی اسمم شوشو نفهمیدم آخه اینم شد اسم اسم من شپ شو آقای قدرت الله خان صافکار سلمونی با مهمونای هتل سر به سر نزار برا گیم سر میزم توی کلجتا برمی شما رو راه برمی کنم موش بخوره تو رو موش آره بدنه تو بخوره خفه شو این دو چی جانوریه من نمیفهم اینجا دارالمجانینه گوش کنین بچه ها اگه از جعفر آقا خبری شد آره خیلی کنفه شاید این قسمتم که نمش تنها باشم خالی از شوق و امید شب بی فردا باشم دیگه هر ستاره برا من ستاره نیست باید
نکن قدم شومه دیدی نزدیک بودی یه نفر زیر کن چی داری میگی خود دام آقا چی شده؟ نمیدونم، باید ببرمش مریض خونه. اون دلم با من کاری داره عزیزم؟ کارش کرد و حقه به من دست. چقدر دفت کلم حرف میزنی؟ چشم عزیزم، قربونتم میرم، بفرمایید، اینم اوله. بیا کلی مخصوص؟ او جیفی جان باید اوتا به هواپیما رسید صبحانه حاضر هست؟ نه خیر عزیزم قایب من اینجا وسیله ندارم که صبحانه درست بکنم صبحانه رو باید بیرون بخوریم عزیزم آه نه جیفی من دیگه وقت ندارم من باید پرواز کرد شما با خود چی گفت؟ وای دق کردم با یه حرف زدنی چی گفت شما؟ هیچی عزیزم گفتم حیف شد که تو میخوای بری هفته دیگه باز من آمد جیفی جان شما گفته نخور چی خبره مسرت بخشی؟ تو چی گفت بخود؟ چی وزوز کرد؟ وزوز پدرت میکنه میدونه عیزم میگم هواپیما پرواز کرد زود باش باید به هواپیما برسیم آخه اوه بس گفت کلیدی شد جیفی تو گفته از من گرفرند دیگه ای نداشت قسم خورد به مرگ پنج تو بچم قسم میخورم به غیر از تو هیچ گرفرندی ندارم ولی عیزم ساعت نگاه بکن الان است که هواپیما شاد بیداد ولکن میتیزد چی را میزنی؟ چی را منو میزنی؟ دکتر گفت تا چند ساعت دیگه نباید بخوابی من دلم میخواد بخوابم نه نباید بخوابی چشماتو باکن چشماتو باکن خودکشی کرده آقا آره آتا خاطرها سفلکی بله قربان سلام عرض میکنم سلام جونی لطفا دستور بدین آرشگر بیاد این که دیگه قمیش نداره خیلی خوب الان میگم بیاد هپک آهای سلمانی نفهمیدم چی گفتی درست تو باز با من گفتی سلمانی پس میخوای بهت بگم مهندس آقای مهندس جانم تشریف ببرین اتاق 11 اصلاح کنی اما اگر خودت بکشی جلو چشمای من پرپر مرگ بزنی نخواهم گذشت تو با گولی یک کلام حرف بزنی
خور خوندی. گلی به موقعش با من حرف میزنه. بس تو به نامزد آینده من توهین کردی. ای یهو دیدی زدم که 21 بلق پشترم. کیو بزنیم؟ مربای گوشکوب ها؟ هیچ چی جانم، هیچ کس. فعلا دارم تصمیمش میگیرم حرف میزنم. نفهمیدم چه خبره؟ بازم که شما دارین با هم دعوا میکنیم. اگه نمیبینین مهمون اومده. کو؟ بله بله. با این وقت نکردن لباس رو برام عرض کنم. سلام. سلام. داماد دستبل. بهتون تبریک میگم. متشکرم خانم. من و شوهر عزیزم دیشب عقد کردیم. از شهرمون برای ماه عسل اینجا اومدیم. البته برای هفته عسل، چون بیشتر از یه هفته نمیمونیم اینجا. بس هفت زدی. ببخشید. دروغ میگه خانم، ممکن از یک ماه هم بیشتر بمونیم. اصلا ممکنه 6 ماه بمونیم، نه؟ شوهرم از ذوقش نمیدونه چی داره میگه. مگه نیست عزیزم؟ بله بله. اتفاقا موسویک داریم برای کسانی که به ماه عسل میان. اسمشو گذاشتیم عسل. منم همون اتاقو میخوام، همون که داره. البته همون زمنه اگه آقا خواستن صورتشون لطه پارشه سلمونی هم داریم. زمنه اگر فضول باشی هم خواستین یه دنه درازشو داریم ما اینجا. لا اله الا الله. شیطان میگه همشه شیطان حساب مرده کره. حالا چی میگی؟ هیچی قربانی چی. فعلا که شیطان داره یه کلکی دست ما میده، تو هم برای ما شاخ بسی. یه کاری بکن که خرخری تو رو بشو. اما خیلی کار داره. الان میگم راه نماییتون کنم. راستی اینم بگم که شوهرم باید غذای مخصوص بخوره، خودم دستورشو میدم. اشکالی نداره. حسین قلی خان، آقا و خانم رو راه نمایی کن. شاید در اون اتاقا اون طرف باقی. بریم عزیزم. بریم عزیزم. با چه بدم فرار نکنی. باز که باز خودی منه نگاه میکنی بزمجه. بیا بریم مسافقه 11 منتظر. بیا چشم برو درم میام پاستر جان، اگر آرزوی گلی رو به دلت نذاشتم. چی گفتی؟ هیچی قربانی. چه من نمیام. چرا؟ تو باید مثل دامادای فرنگی منم رو دست ببری تو هجله. آخه چجوری؟ تو یه نگاهی به این هیکل بکن. واقعا جنازه موندی. من این حرفا سرم نمیشه. بغلم کن. یالا بغلم کن دیگه. بغلم کن دیگه. کمک کنیم خانم بنده رو بغل کنیم. چی؟ بله. بیا. بنده خانم جنابالی رو بغل بکنم؟ بله. خودارش غیرت کجاست؟ ببخشید شما اینو بغل بکنید، بنده هم جنابالی رو بغل بکنم. اینگه پاچه رو بگیم. یالا. من نگینم زمین. آخوان خانم عجب سنگینی. هرچی خورده لا اله الا الله. مجبوری آدم این سوغلفی زنی بین چاقی بگیری برای ما درسته درست بکنی. آخه دو تا مرگ زنه نمیتونم بلند کنم. من خره گتو بهتر میزنی بشتم بزن. قیزیل غورت خانه خانه. خب بجای خانجی بیا کمک بکنین جنازه رو ببرین دیگه بابا جان. به من چه مربوطه؟ خالیش کن رو زمین. خالیش کن. اجازه هست خوربان؟ این کوشه رفته پس پیداشم نیست که. آقای سوسوخان؟ من در حمام هست. اینجا اسلام کن. حمام؟ معذرت میخوام، بنده اهل حمام نیست. بنده اینجا منتظر میمانم، شما تشویش بیارین. همه چیزم حاضر میکنم، میوه چیزی میخورم گیتا شما. الحمدلله میوه هم که نداری. سلام قربان. سلام. سلام قربان. نمیفهمم اینجا چرا اینقدر ریخته و پاشیده است؟ پس تو چه کاره ای؟ آخه این چه وضعی خنگ خدا؟ کجا ریخته و پاشیده است؟ چشمت نمیبینی؟ اون چی اونجا افتاده؟ این قربان این چوب کبریت قربان. اگه من گفتم درخت چناره. سلام. سلام. نگاه کن خاکو ببین، همه شخصی شماست خانم. بعد از من شما همه کار اینجا هستید. این چه وضع نظافته؟ آب دستمان دیشب بهش خوشتک داشتی. آره. بگی صافکار بیا صورت من صاف کنه. چشم. من قشنگ صافش بکنم گی ناراحت نشید. باز هم که بریدن کردی. جانت سلامت باشد قربان. تا وقتی که بنده پنبه در پنبه دن دارم جناب علی از بریدن واهمه نداشته باش. درست بفرد. وای
این دفعه انگار خیلی بریدی. مامی میسوزه. آخه بسوزد. آخه تو یه دقیقه دندان رو جیگر بیزار. این بیساب صورت جناب علی پور از دستنده از دست. من اول باید جرثقیل بیارم صورت صاف بکنم بعد برگزم بیام اصلاح بکنم دیگه قربان. الان درستش میکنم، ناراحت نباش. یه چیکر گرفت؟ بسه دیگه، جون پاپات بسه. تا همینجا چه اصلاح کردی بسه. اصلا تمام شد بابا، تمام شد. به جان جناب علی اصلاحی کردم که وقتی بولنشی ها اول باید انعامه منه بده. تمام صورتم و فن به کاری کردی، تازه باید انعامه بده. سر شما درد نکند. صورت به این قشنگی اصلاح کردم، بازم جناب علی حرف داری؟ اصلا این دست من نمک ندارد، فهمیدی؟ یعنی توف این دست من. کیه؟ بله قربان. هست آمدم قربان. بله بله چشم. کدوم گوری؟ آقای مدیر دو ساعت منتظرته. آقای مدیر بی خود منتظرن؟ بنده سلمانی مخصوص های مدیر نیستم، من آرایشگر هتیلم. قدرت جان دلم سلام عرض میکنم قربان، بنده خدمتگزار جناب علی هستم. به خدا اصلا خدمت میرسم تا چش بدم گوشت که بزن تو گوشت. مدام زیر این تیخ خواندنش میگیری. مرسی. خسیه مدام زیر. اوه جان چی شد؟ این خط محبوب است؟ الان محبوبه چه وقت نامه نوشتن جان رو بخوام ببینم؟ نمیدونم، بذار ببینم چی نوشته. اجازه بده من صورت نوشته. بذار تعب کن. برای صبرش میگوش که دخور من تو بخنده. جعفر عزیزم. اجازه. چون از زندگی سیر شدم، از تو و از این دنیای شلوغ خداحافظی میکنم. امیدوارم خداوند مرا ببخشد، چون میدانی که خودکشی گناه بسیار بزرگی است. ای داده بیداد، حتما میخواد که بلای سر خودی بیاره. ترش کرد، ترش کرد، ترش کرد، آیس بتایی بلند شده، همینطور توی را بینده همگیری بلند و خانه خراب چی شده؟ نکنه دو مرتبه جنی شده؟ اگرم نشده باشد حتما میشود، چون به نظرم محبوب خانم یه بلایی سر خودش آورده باشه. نه ترس، حتما خواسته جعفر جونشو به ترسونه. پس تو به خاطر این مرد بود که میخواستی خودتو از بین ببری؟ آره، آخه دیشب جشن تولد من بود، ولی اون نیومد و منو پیش دوستم سکه یه پول کرد. این که دلیل نمیشد هم خودکشی بکنه. اگه من نرسیده بودم که تو قصر خونده بودی. میدونم. ببینم اگه موافقی شماره تلفنشو بده، بهش بگم که تو نزدیک بود چه حماقتی بکنی. اتفاقا خودم میخواستم ازت خواهش کنم که این کارو بکنی، چون دیشب یه نامه نوشتم و براش فرستادم. اگه این نامه تا حالا به دستش رسیده باشه خیلی ناراحت میشه. خب پس شماره شو بگو. 312-975 هتل مورد. باشه. صبر کن ببینم. یادم رفت بپرسم. تو هنوز خودتو معرفی نکردی. اسم من امیره. چند روزم هست که افتخار پیدا کردم همسایه‌تون بشم. پسر بانمکی هستی؟ دیگه خجالت هم نه. ممکنه یه زحمت دیگه هم بهت بدم؟ حتما. به 922-335 تلفن کن و بگو محبوب مریضه، نمیتونه بیاد سر کار. البته باید بری تو خیابون تلفن کنی، چون تلفن آپارتمان خرابه. ببینم، مگه تو کار میکنی؟ آره، توی یه مغازه صفحه فروشی. آخه من کسی رو ندارم، خودم باید نون خودم رو در بیارم. درست. نمیخوام ریخ بسا ببینم، خودم رو معذرت میخوام. اب نداره، تلفن کردم گفتن جعفر آقا رفتم بیرون. بله، تشریف آوردن اینجا، آقا هستم. شما از بالماسکی اومدین؟ نه خیر، از دارالمجانی اومدم. هر کی با این خانم سر کار داشته باشه وضعش بهتر از این نمیشه. مثل اینکه آقام از خودمونن. شما اونو تو پای مرد کشوندین، حالا یه چیزی هم طلبکارین؟ نه فهمیدم. سرکار داروغه یا وکیل وسیع ایشون؟ اون دیشب منو از مرد نجات دادن، من الان زنده نبودم. چه آدمهای خیلی میشن. اگه یه وقت با من کار داشتی با مش بزن به دیوار. سلام عرض می کنم. سلام. به 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 به
مبروکه. پس خوش به حال عروس خانم. اکسیوز می اوها 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 لاب مرده صاف داره بزنی ندید بدی بیمزه. سلام قربان. سلام از بنده است قربان. طرف خیلی تمام بود. مثل اینکه اتفاقی افتاده. الان بنده میرم تا توی قضیه رو در میارم جان شما. سرکار چی کاره این؟ بنده جناب صافکار سلمانی. بودو برو ریشیده بتراش. بودو من خودم تا توی قضیه رو در میارم. ببین اصلا من ریش دارم. اصلا بگو این دراز چه دلیل مدت از جان من چی میخواد جان شما؟ با مرگ تو اگه بخاطر تو نباشه بلایی به سر میاد. بعد محمد بعد صافکار. بله. بلا سر کی بیاری؟ سر خودم اجل که از دست تو راحت بشه که بابا این مرد من ولی نمیکنه جان شما. بریم ببینه جعفا. من میخوام بریم من که نمیذاره جلش بابا. کفت کاری میگه سره در سلمونی به این ناجنسی نوبره. خداوند اشانگیون حرف کرده اشانگیون. ای خدا قربان شما برم الهی. نبینم شما اینجوری ناراحت باشین. خدایی نکرده اتفاق افتاده. خودم کردم که لعنت بر خودم با باشد. چی باشم؟ چی گفتی؟ خیلی معذرت میخوام. عرض کردم که الهی من بمیرم نبینم که جناب علی اینجوری ناراحت باشه. میگن که سلمانی ناسلامتی محرم اثره. آخه تو که بلد نیستی حرف بزنی پس حناق بگی بزن من بپرسم. باز این دخالت کرد. الهی بمیرم. اله آمین. آخه چه اتفاقی برای دور افتاده؟ مثلا حرف زد آقا. فارسی رو به فارسی ترجمه میکنه از روی بنده هم حرف میزنه نیشن. میدونید بچه ها این زبون بیساب مونده من با دو تا کلمه حرف بیجا پارت دست و بام گذاشته تو بوسه گردو. پس درست گفتن که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. محبوبی شاعر چی گفته؟ سر سبز یعنی چی؟ آخه تا الان کسی کلی سبز دیدی؟ مگه اینکه کلی بیمونی جنابایی سبز باشه؟ این یه ضرب المثل خنگ خدا. خب غلطه ده آقای دانشمند. زبانی که حرف بیجا بزند باید مورید اندخت دور. دیش شرمیل هم لازم ندارد. تو من شد رفت کارش بپرما کارش میلا. آقای صافکار راست گفت. من علکی تو بمیری به محبوبه زدم. حالا اون پاشه کرده توی یک کفش زن و پنج تا بچه منو ببینه. بله. پس کارتون خیلی مشکل. درست. ولی بقیده بنده خیلی مشکل میشود. این آسانی آسان میشود این مشکل حل کرد. چطوری؟ آها الان خدمت جناب عالی بگو. محبوب خانم گی زن و بچه و زنانه جناب عالی رو ندید. نه درسته؟ کاملا درست. آها پس شما میتوانین هر زن و بچه و زنانه دیگری رو به جای زن و بچه شما به محبوب خانم نشان بدید قربان. آخه اینم شد راه حل. بی خود میگه قربان. من الان خودم حلش میکنم. بگو جرم بگو. محبوب خانم که بچه ها و زنانه شما رو ندیده. پس شما میتونین هر زن و بچه رو به جای مار خودتون نشونش بدین. آها باریکلا. نه واقعا آفتین شاکر کرد. تمیز بود. آها عالی بود. قربان امجان تو بلی. نگاه به هر حال بد فکر نیست. بله. اما زن و پنج تا بچه رو من از کجا میتونم پیدا بکنم؟ بلدی من بی تقصیرم. این که مهم نیست. میتونین از خانم اشتگر نامزد آقای صافکار استفاده کنین؟ نفهمیدم چی گفتی؟ تو چه خر به نامزد آینده یه بندی داری ها؟ بابا تو هم چقدر گدایی. فقط نیم سروال زن جعفرآقا رو بازی میکنه طوری که نمیشه. بابا تو چی داری میگی؟ نامزد آینده یه بندی زن آقا رو بازی بکنه شوری نمیشه؟ چی یه لفظ شده؟ ما تقریبا میخوایم یک صحنه نمایشی بازی بکنه جان من. نمیخوایم زن تو کاری داشته باشیم. تازه اونم اگر بتونه رول خودشو خوب بازی بکنه. من باش تمرین سکسی میکنم یاد میگیره. بله خودشو میدوزه جاشم. بگو میکم بودو بپر بگو بیاد. ولی نمیدونم آقای صافکار یعنی شما نمیخواد به من کمک بکنی؟ چرا قربان بنده دلم میخواد به شما کمک بکنم. شما دستور بدید. خواهش میکنم دستور میده دیگه باز من دستور داد همش داره پوف میکنه مرتبه بود آقا این یا بوزه یا از خانوانه بود چرا لبا برمی شد تو اون مرات آقای حسین قلی خان شما هم بفرمایید جلت بفرمایید چشم من از این دختر آب نمیخوره فکر نمیکنم بتونه رول خودش خوب بازی بکنه چیزی نیست عزیزم یه تاعت باید بازی بکنیم که تو هم رول داری قدرت دیلم میخوادم که رول تو قشنگ بازی بکنی آها
ببینه اون یارو نرگوله دختره رو با خودش کجا بود؟ حالا نمیدونم. الان خودم میفهمم. ببین من یه خانم باید اینطوری راه بره. ببین ول تو کارم گروهی شده. ها خوشت اومد؟ بیا حالا دیگه نوبت تو. بیا بیا قربون قد رشیدت برم شاخش امشاد چه قربون شده دهی میرزم؟ برگرد 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 سب کو چی شو؟ ناخونک نزن خوسی مولی خانیشم نکن دستی نداری. خیلی خوب فقط با زبان یادش بدی که کاری یاد بگیرد. نگاه کن تو رو به خدا. برین کنار این کاری شمانی کاری منی که از خارج آمده. به 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 چه اندامی چه هیکلی تو اصلا ساخته شدی برای خانومی. نبودم آقا. بابا جان تو عجب آدم ساده یه سیاهی نداره سر به سر تو میزنم بگه اون گالی عرفانی. توجه حالا پشت سر من وایسه. هر طور من راه رفتم تو هم بیه برو کنر بابا جان برو پی کرد. مگه من اینجا کلاس رقاصی باز کردی مسخره بازی در آوردی. بیوت تو چقدر خشنی خودی جون. خیلی خوب بسه دیگه این کارا فایده ای نداره. خانم بفرمایید سر کارتون. بفرمایید. چشم آقا. ایوا من هم آمدم خانم اشپیکر واسه پیر. شوشو هم با نام زده آقای صاف. ببینم ممکنه منم موضوع رو بفهمم؟ چیزی نبود خانم جان، داشتیم برای شب جشن برنامه تئاتر درست میکردیم. نه بهتر اونم حقیقتو بدونه. باش راستش برای بنده مشکلی پیش آمده. عزیزم به خوب نیست که تو اینجا بمونی. باید تا من بیخاره خواست بستم. بی سلیقه بی تربیه. یعنی بگو بسا چیزی برم خیاره. پس شما مجبورین زن و بچه رو که ندارین به محبوب خانم نشون بدین. بله آره فقط به خاطر یه تو بمیری. حالا یه زن و پنج تا بچه رو از کجا پیدا بکنم؟ به نظر من اول باید زنی رو پیدا کرد که به جعفر آقا بخوره. ای باری کلا به این کله بیمو. آپنیر جعفر آقا یک زنی میخواد خوشگل باشد، نجیب و باوقار باشد، خوشتر و لباس باشد. درست ما پیدا کردم. درسته. درست منظوری تو چیه؟ درست دیگه بهتر از این نمیشه. بیا بریم عزیزم. بیا باهات خیلی کار دارم. بیا بریم. کجا؟ من نمیتونم با شما بیام. معذرت میخوام. ممکنه خانم امروز افتخار به من بدن با من نهار بخورن؟ بیا بریم. ولی آخه بریم عزیزم. بیا باهات کار دارم. میشه تابند. من یادم جلوی بزرگتر از خودش میخنده. باشنار پوف کردی؟ قرقرود آخه دنیا رو ببین که این دراز طویل المدیه. چی سلام نشورم کلک پشت دریه گویه بابا شما نمیخون از این لباس دل بکنیم؟ رفته بودیم عکس بگیریم. بگیریم؟ بله آخه یه شب عروسی وقت نشد عکس بگیریم. مگه نه عزیزم؟ بله برای همینه که آقا 6 در 4 موندن. ولی واقعا حیف بود اگه شما عکس نمینداخته چون برای کتاب علم الاشیاء لازمه. بله علکی خیلی متشکرم. شما چقدر خوب بلدین تعارف کنین. وقتی تا یادم نرفته نهار شوهرم بیارین تو اتاق. 5 تا سیخ کباب، 7 تا زرده تخم مرغ، 1 دیس پلو، 2 تا مرغ هم بذارین بغلش. 25 تا موز برای دسرش بیارین. بی زحمت. آخه یه نشکشم خبر کن. خدا نکنه. دروغ میگم. بالاخره قبول میکنی؟ نه من نمیتونم این کارو قبول کنم. یعنی از من بر نمیاد رول زن تو رو بازی کنم. آخه چرا؟ نمیدونم راستش من هیچ وقت تو زندگیم رول بازی نکردم. همیشه خودم بودم. ولی این کار لطمی که به تو نمیذاره. فقط یه باری رو دوش من بر میداری. اما آخه خواهش میکنم قبول کن. من رو هوای دروغی گفتم که حالا توش موندم. چرا گفتی؟ مگه مجبور بودی؟ خودم هم نمیدونم چطور شد اون حرفو زدم. ولی به هر حال تو باید به من کمک بکنی. کی به من کمک میکنه؟ تو احتیاج به کمک نداری. لاغر فعلا نداری. وگرنه آدم وگرنه چی؟
منظورم اینه که تو اگه یه وقت احتیاج به کمک پیدا بکنی، من غیر ممکنه چیزی از تو مزایقه کنم. مطمئن باش. دست بود. معلومه. خیلی خوب. اومدی من قبول کردم رول زن تو رو بازی کنم. پنج تا بچه رو از کجا میاری؟ مگه قسم نخوری زن و پنج تا بچه داری؟ آره. راستش خودمم نمیدونم چه کار باید بکنم. اصلا من آدم احمقی هستم. بی خود بی جهت دست و بال خودم گذاشتم تو انا. چرا بی خود بی جهت؟ خوب طرف رو دوست داری. محبوب خانوم میگم. فعلا که بد جوری گیر کردم. باید یه فکری بکنم از این مخمصه نجات پیدا بکنم. اصلا چرا من باید این حرف رو بزنم؟ چرا باید بگم پنج تا بچه؟ چرا سه تا نه؟ ناراحت نشو، بچه رو من برای تهیه میکنم. تو؟ از کجا؟ من خودم چهار تا بچه دارم، پنج رو میشم از یه دو جوری میکنم. نفهمیدم، تو چهار تا بچه داری؟ اما تو که گفتی شوهر نکردی؟ مگه نمیشه بدون شوهر صاحب بچه شد؟ ولی تو آنه؟ چی؟ به من نمیاد مردی عاشقم بشه یا اقلن؟ ابدا منظور من این نبود، تو از خیلی ها خوشگلتری. یعنی چطوری برات بگم؟ بسته دیگه، چوبکاری بسته. بچه ها مال من نیست، مال خواهرمه. بچه های خواهره؟ اونا پیش تو هم؟ مهمونی آمدن؟ نه، تقریبا دو سال پیش خواهرم و شوهرش توی تصادف از بین رفت و بچه هاشون بی سرپرست موندن. من مجبور شدم اونا رو بیارم و پیش خودم نگه دارم. تو یه انسان واقعی هستی. این کار من یه مقداری واسه خاطر مادرم بود. آخه تنها دلخوشی تو این دنیا منم و این چهار تا بچه. چیزی؟ یه چیزی یادم اومد. من تا حالا نشیدم تو راجع به پدرت حرفی بزنی. هیچ وقت راجع به اون حرف نمیزنم. چرا؟ ببینم اون زنده است؟ نمیدونم. اون به سال پیش ما رو ترک کرد و رفت. اون موقع من چهار ساله بودم. اصلا بهتر حرفشو نزنیم. خب من کیبت رو میخوانم شما رو بازی کنم. فکر میکنم شب جشن بهتری موقع باشه. در هر حال خیلی ازت ممنونم که بهم کمک کردی. ممنونم. رابیا فرمایشی داری؟ از کردم فرمایشی داری؟ معذرت میخوام، ممکنه یه اتاق به من بدین؟ آقای دروازه باز. بله خانم. یه اتاق بدید به ایشون. اطاعت. متشکرم خانم. خواهش میکنم مشخصات خودتون اینجا بنویسید. حسین قلی خان. بله آقا. اتاق 15. اطاعت میشه. بفرمایید قربان. از این بر بفرمایید. بفرمایید قربان، اینجا اتاق شماست. ببخشید آقا یه سوال دارم، اون خانم خیلی وقت تو این هتل کار میکنه؟ بله تقریبا دو سالی میشه. شوهرم داره؟ نه خیر آقا، خیلی هم نجیبه. بله آقا. مخصوصا برای این آهنگ قشنگی که ساختی بهت تبریک بگم. تو این آهنگ رو ساختی؟ نه. آره؟ یعنی تو الهام بخشش بودی؟ در واقع الهامی که هنرمند رو وادار به خلاقیت میکنه. پس اگه اینطور باشی من باید خیلی به خودم بنازم. جعفر اومد. آقا فرمایشی دارن، هر صفحه میخوایم تقدیمتون کنم. فکر نمی کنم صفحه داشته باشی که من باهاش نرقصونده باشی. منظور چی؟ منظور من اون پسر است. بازم آماده اینکه تو از مرگ نجات بده؟ اون آهنگ سازی، این از آهنگوشی دیگه برای سفر کردیم. نوشم فرمودیم یه آهنگ جدید میخوان؟ من گفتم چشم، منو براتون میرم. حتما میخوایم گوش کنیم. بنده غلط میکنم. آهنگ قشنگیه. بیه ببینه چرا دل داده بودین قول بگرفته بودی؟ بی خود چرا نگو، اون با من هیچ کاری نداره. تو یعنی چی؟ آقا سفر پسندیده؟ بله ممنونم. تو حالا اومدی اینجا دفعه پیش گرفتی که پس نیفتی؟ یا
یادت رفته چی کار باید میکردی؟ پس زن و بچه آقا کجان؟ چرا به من نشونشون نمیدی؟ منم برای همین اینجا آمدم. چی خبر شده؟ فقط همین سفر رو میبریم. نه یه چند اتمه دیگه را زندم. متشکرم. گفتم شب جشن گفتم شب جشن ببخشید سلام علیکم من وطن ایجیت مخلصم چی گفتم یک کمکم به من بکن سک خور محکم میگه عدویا قدرت شد خیلی خیلی خوب نترس گروه بالا من تمام حواس من با نردبانه چی شد؟ نفهمیدم آقا با کجا نگاه میکنه؟ به همون جایی که تو نگاه میکنه عجب گرفتاری شدم من از دست این پسر من این سبی شاید من بخوام خودم رو فرد بکنم واسه دیگه چه شاید بخوام مو خودتو رو بسنم با دیوار تو هم باید این کارو بکنی؟ نه مگه من دیوونم نفهمیدم آقایون دارن سر چرچرونی دعوا میکنن پس بگو چرا من رو فرستادن اون بالا خوش فرستانت کنم بابا تو که قدرت نمیرسه بیا بالا بیا بالا بازم برو بینم بابا کشتی تو منو برو فکر بینم لا اله الا الله لا اله الا الله چه؟ چه میگی تو؟ ایکی خیلی مگه من حرفی زدم جرعتشو نداری حرف بزنی چی با؟ ای بو خدا این از من میترسه به جان خدا من بی خود از این میترسم چی با که اتاق شما شده چیزی هم برده؟ خوشبختانه نه یعنی من چیزی ندارم که دوست ببره در هر حال اگر شای قیمتی دارین میتونیم به صندوق هتل بسپاری متشکرم من چیز با ارزشی ندارم میل خودتونه سب کنین فرمایشی دارین؟ اگه ممکنه دستور برین شام منو بیارن همینجا الان میگم بیارن Oh, my God.
بی پدر که توی خوابم رم میره، مرگ خودت خواب خوابی به نظرم. بیا بریم جانم، بیا بریم، تو رو ببرم به خوابانم. پدر جان شیرت نخوردی، را افتادی گردن کلوفتی بی پدر در بدر. بریم از این ور خانه خاله جان، از این ور هرنس بکش علم میبرم تو کوچکم برگو، تو رو میخوابانم، خودم رو مواظبت هستم به مرگ تو. الان حسابت میریسم، برو جلوتر جان. خیلی کن بسه گردنی ببرو پایین بینم بودو. او روره برم بشره، نگاه کن نگاه کن، عجب روی داری این پستر نامه. چی شده؟ آبشو گشتن چلو شده، نگاه کن. ایوا چرا خوش گولی خال افتاده اون پایی؟ هیچی، تیفله که هر شب عادت داره توی خواب را بلد، اونم فقط یه را را بلده، اونم رای اتاق خانم ایشوگر نامزد آینده بنده. چه بی سلیقه؟ یه نامردی دراز بلند شد، یه بلند شد سبت برسم. نمیشه تو راستو بزرده اینقدر به هم نچسبی؟ حسودی شدی؟ حسودی؟ چه حرفا میزنی تو؟ گوش کن جسد، مثل که یادت رفته من برای چی اینجا آمدم. حسن و بچه از کجان؟ چرا نیومده؟ زن و بچه؟ الان پیداشو میشه؟ الان پیداشو میشه، تو مطمئن باش. ما امشب بازکارمون رو انجام بدیم، یعنی راحت وارد اتاق پیرمرده بشیم و هر جا جواهراتو مخفی کرده پیدا کنیم. اول تو رضا وارد هتل میشین، بعد توی فرصت مناسب وقتی که من اشاره کردم خودتون رو میرسونیم به اتاق پیرمرده. متوجه حرفم شدین؟ بله. بیاین اینم کارتای ورودیتون، منم چند دقیقه بعد میام. با خوش آمدیم، بفرماییم برگم شام برو خوش آمدیم. دیم دم 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 سلام، ریم دم دارم دم ازت خیلی دلخور هستم جونی، چرا منو به این جشن دعوت نکردی؟ آقا جان امشب دعوت معوتی نیست، هر که وارد شود ورودیه باید بدهد. چی بدهه؟ ورودیه جان فلوس. آقای صافکار کج و معوج، اجازه میدین من جوابشونو بدم؟ بفرمایید آقا. شریفی ما چی چی رو؟ انعام انعام. آها بله آشه. بفرما قربان، بفرما این بر اون بر، یه بری بفرمایی. خوش آمدی من. بده من. آذر خانم هنوز نیومده؟ نه خیر نیومده. از اون موهای سفیدش خجالت نمیکشه تو بمیری. اون که مو نداره ساندویچ بغلتون. کله رو نگاه کن، یک به صفایی میگه. اگه نیاد محبوب همه چی رو میفهمه. ناراحت نباش قربان، اون اگر سر گردنش بره بعد خلافی افتو. ای داره میان چی شد؟ خانم و بچه ها تشریف نیاوردن. تو چرا اینقدر عجله میکنی؟ حاضر کردن پنج تا بچه کار آسونی نیست که. در هر حال من تا یه رو به دیگم صرف میکنم. اگه نیاد نیان چی؟ مگه میشه؟ همون که گفتم، فقط تا یه رو. کجا میری؟ پسر یای جان مرسی بخور، خیلی خوشحال شده. سلامتی. سلامتی. نوش باشو، آخه ناسلامتی، تو هم مردی، باشی دست منو بگیر ببر اون وسط یه تکونی بخور. من یه حال تکون خوردن نه. پس بلند شو بریم استراحت. استراحت؟ آره عزیزم. نه میرفت. برا همین میگم گلی رو بلکن کله پوک. آره من ویل کنم تو
با چسبی احد تو بیمیریم که تیلی رو باید از گوشو در بیاریم. الهی من فدات شد خواست قدرت یک دو سه یک چی شد؟ گوره شیطان میگه همچه بزنم توی فرق این کمر من جم من از اولم حسی زدم تو دروغ میگی اشتباه میکنی تو یه خود صبر کن الان با هم میریم عزیز من بسی دیگه هرچی صبر کردم اگه به زنت گفته بودی بیاد تا حالا اومدی بود اصلا گذشته مگه زن و بچه تو همین هتل زندگی نمی کنم چرا ولی آخه زن من یه چخان بسی من دیگه نمیتونم منتظر بمونم بری من آمدی عزیز دل تو که پدر جعفر جنونی در آبون چرا دیر آمدی آقا با من چجور حرف زدن نیم خورده ملک خیلی خوش اومدی بابا تو که به در جعفر جنونی در بردی چرا انقدر دیر کردی اما نیفهم آقا کچل تو چرا ضبط صوت ما شدی یه عیدم من دروغ نگفتم آمد زنش خیلی قشنگه بچه هاشم قشنگه احمق به چی میگی؟ با همون که با داشتن یه همچین زنی بازم دنبال دخترهای دیگه هست اگه منظورت منم اشتباه میکنی من و جعفر واقعا همدیگه رو دوست داشتیم دوست داشتیم؟ مگه از امشب نظرت عوض تو که پدر من در بردی آقا چرا اینقدر معطل کردی دست داشتم خودم رو درست خیلی منتظر شدم چطوری عزیزه مثل اینکه خیلی با هم سری میاد بهتره ما بریم بای جیب میره ای طرف مره میره ای 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 خدا یا سب کن های مانه ستاره امشب این مجلس فقط شما هستید ولی حیف که یکمی دیر طلوع کردین منظورتون رو نفهمیدم منظورم این که یکمی دیر تشریف آوردین من کم کم داشتم از اومدنتون ناامید می شدم شما؟ بله یعنی به خاطر مدیر هتل معلوم بود خیلی نگرانه دیدی اشتباه کردی؟ فهمیدی من به تو دروغ نگفتم؟ آره ولی می خوام یه حرفی بهت بگم زنی تو واقعا قشنگه به نظر من خیلی هم نجیبه ببینم چرا بهش نارو میزنی؟ گوش کن عزیزم ممکنه تو درست بگی اما من نظرم چجوری بگم اخلاق اون با هم جور در نمیاد یعنی چی؟ یعنی خواهش میکنم دیگه راجبه اون حرف نزن بیا عزیزم بیا این مال توه برای تو خریدم گردم این به خاطر چیه؟ روز تولده حالا بعد از این همه مدت هدیه تولد به من آخه میدونی میدونی من اون شب که نتونستم بیام بعدم فرصت نکردم خواهش میکنم اینو از من قبول خیلی خوب خودش به بنده چشم باید بریم سب کن من خودم میرسونم نه تو بهتر از زنی تو تنها نزدی شب خیلی بریم پیدا شنم بریم Thank you.
میخواستن جواهراتم آقا رو سرقت کنن. ببینم شما چرا این همه جواهرات رو پیش خودتون نگه میدارید؟ این کار درست نیست. خب اینم یه عادت، ولی کار خوبی نیست. شما باید اونا رو به صندوق هتل بسپردید. ولی راست میگه، شما حتما این کار رو بکنید. این کار برای ما مسئولیت داره. نمیدونم چی بگم. حقیقت اینه که من یه عمر کار کردم و زحمت کشیدم تا تونستم این جواهرات رو تهیه بکنم. برای چی؟ خب شما میتونستید این پول رو بله درسته، میتونستم پولش رو پس انداز کنم. اما تو زندگی هر کس برای خودش یه هدف و آرزوی داره. منم تمام امیدم اینی که یه روز. اصلا چرا این حرفا رو برای شما میزنم؟ بفرمایید خانم، میسپارمش به شما. بذارید براتون رسید بیارم. احتیاجی نیست. شب بخیر. شما چه جوری میگم که بذارید؟ نه. کمی خب من نهی رومنتیکی میبینی پسر دایی جان؟ بهتر ما بریم می بزنیم. آره بریم می بزنیم. آی جیغ جیغ زده به باز دامادم داره لباس بکره آدم ها نگاه باز هم من دارم کسی جنوالی لک شد دارم پک میکنم. آی میرم و مردم نفهمیدم اصلا کی گفته تو جلو نامزه به آینده بنده بشکم بشکم بزنی؟ نه چه داره نیخه؟ شکرم از اینکه امشب همراه من اومدی، متشکرم. بیا کتتو بردار. شب بخیر. بسیری نمیری بخوابی؟ داشتم فکر میکردم. به چی فکر میکردی؟ به اینکه یه مرد زن و بچه دار به یه دختر هدیه گرون قیمت میدی. منظور چیه؟ گوش کن محبوبه، من فکر میکنم تو داری با خوشبختی یه خانواده بازی میکنی. ولی تو خودت شاهدی که من دلم نمیخواد جعفر رو از زن و بچهش جدا کنم. پس چرا هدیهش رو قبول کردی؟ بقیده تو بهتر نبود این گردن من الان به گردن زن جعفر باشه تا به گردن تو؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم چی کار کنم. من بهت میگم، همین فرد رو بفرست برای صاحب اصلیش، برای کسی که باید مال اون باشه. بازش کن. سلام خانم. سلام. سلام خانم. سلام. سلام. این بسته رو این ساعتش برای شما آوردم. کی آورد؟ نشناختمش، فقط گفتم بدم به شما. انتظارشو نداشتم، خیلی قشنگه. آره، ولی خب میدونی قابل تو رو نداره. ولی برای من یک دنیا ارزش داره. هیکل برم کدوتم بر میخوام نری. اوه وای بیچاره داماد جنازه شده. خدا بد نده آیه جنازه. چی آیه داماد خان چی شده جان؟ حالا چه داده برادر؟ رفته بودیم دکتر براش دوای تقویت بگیریم. مواظب باش استراحت سر نمیخوره. وای گزار استراحت بمیرم. اللهی خدای شکر
میگن چطور منم برم بشه دکتر یه قدر دوای تقویت بگیرم؟ آشکان است که خود ببوید نه احمقشون تو گوید ده. من نخوای خبرار اپنا به خرم برسیم دی بابا این نخونه اسمایل میشه توی آشه خمزه مزاحمتون نمیشم. میرم تو اتاقم یه خورده استراحت کنم. آقا بایدم به استراحت احتیاج داشته باشم. تو بی خود بیان حسادت میکنی. بین ما هیچی. چه اینطور؟ ولی از قبول نکردن هدیه من معلومه که کم کم داره به وجود میاد. اگرم اینطور باشه فکر نمیکنم مقصر باشم. تو زنه به اون خوبی و بچه هایی مثل دستگار داری. منو میخوای برای ای وای حالا بیا و درستش کن. اگر بگم خرمو از کوریجی دوم نداشت باور میکنی؟ یعنی چی؟ راستش اینه که گوش کن جعفر، من هیچ دوست ندارم پشت سر زنی بدگویی کنی و به خاطر من زندگی تو از هم متلاشی کنی. چرا متوجه نیستی؟ اون زنی که تو دیدی هیچ عیبی نداشت. ببین جعفر، یه مرتبه برات گفتم من از آدم دورنگ و دروغگو متنفرم. حرفی نزن که فکر کنم دروغ میگی. زن چه عیبی داره؟ باز تو زن چه عیبی داره؟ هزار عیب. یکیش اون که اصلا اون زن مال من نیست. چی گفتی؟ اگه جرأت داری یه مرتبه دیگه هم بگو. منظورم اینه که اون مال من نیست. حرف دهنه تو بفهم و بزن جعفر. فقط درباره یه زنی که خیانت میکنه آدم میتونه اینطور حرف بزنه. خب شاید منظور منم همینه دیگه. نه اون زنی که من دیدم محالی. چی داری میگی؟ تو به این کفشایی که پای منه خوب نگاه کن، ظاهرش خیلی تمیز و قشنگه، مگه نه؟ ولی تو چه میدونی کجا پای منه میزنه؟ یعنی میخوایی؟ بله، البته هنوز با چشمای خودم ندیدم، اما حتما یه چیزایی هست. باید این موضوع ثابت کنی. نفهمیدم این موضوع به تو چه ربطی داره؟ اتفاقا ربط داره. اگه این موضوع ثابت بشه ها، اون وقت من راحت میتونم با تو زندگی کنم. دیگه وجدانم عذابم نمیده که یه خانواده رو نابود کردم. میفهمم چی میگی، ولی چطوری ثابت کنم؟ صبر کن، اگه نتونی ثابت کنی دیگه نه من نه تو. باش، سعی میکنم تا فردا موچشونو بگیرم و بهت خبر بدم. منقدر بیارزه باشین، با اون همه زحمت مالا به چنگ آوردین اما نتونستین حفظش کنین. رئیس، آخه ما چه میدونستیم مدیر هتل جلومون سبز میشه؟ راست میگه، ما حتی تو دم درم اومدیم اون تو بدشانسی آوردیم. بدشانسی کدوم مرد؟ این حرفا دیگه قدیمی شده. آدم وقتی تصمیم به یک کاری گرفت باست انجامش بده. به هر حال الان ما تو صندوق هتله، باست بریم اونجا و یه اتاق بگیریم. غیر ممکنه رئیس، چون ما دو نفره مثل گاوه پیشونی سفید میشناسن. خودم فکرشو کردم، فقط یکی از شماها باشه کافیه. امروز منو تو وارد هتل میشیم و اتاق میگیریم. دلم برای این خانه خراب می‌سوزد. میره استراحت بس دیگه.
اینقدر آب خوره نگیر. این بلایی که خودت به سرم آوردی. آقا باید مدت در بیمارستان استراحت کنم. بازم استراحت؟ این آدم به شون نیست یه بره. نه دیگه چیزی نمیشه. آخه زنه که 30 سال از پسر بزرگتره. این از اشتباهات زندگانیست. سلام خانم. سلام. چی خوش اومدید؟ من و این شریکم که یکی از تجار بزرگ چین هستن یه اتاق لازم داریم. اشکالی نداره، مشخصاتتون رو بنویسید. متشکرم. آقای دروازه بان. بله خانم. یه اتاق بدید به آقای. اطاعت خانم. اتاق حاضره. آقای پسر ده. اتاق دوازده. متشکرم. چین وای چه نزه. من تا حالا از نزدیک یه مرد چینی ندیده بوده. ولی بقیده بنده این از اون چینی های ترکدار بود. چینی ترکدار دیگر یعنی چی؟ یعنی یک آدم کلک حق و باز که خودش را به شکل چینی ها در آورده. آقای بوز کردن تو باز پوف کردی. آقای تو از کجا فهمیدی یارو بدلیه؟ بدلی از سیبیل آویزانش پسه. من خودم این کارم ریش سیبیل مسویی را میشناسم. من که باور نکرد. باور نکردی؟ بسیار خوب. تو حاضری با منم خرید کنی؟ بزن قدش. میزنم فوری یک دست لباس چینی برای من حاضر بکن. میکنم تا کاری بکنم که دیگه از این بعد با من ایمان بیاری. میارم. همین امشب باز کار را تموم کنیم. وقتی همه خوابیدن میریم سراغ صندوق. مواظب باش. بفرمایید. معذرت میخوام. یکی از چینی های مقیم هتل وقتی فهمید رفیق شما اومده اینجا بمونه خیلی خوشحال شد. میخواد ایشونو ببینه و باشون حرف بزنه. کام هیر پلیز مستر سوفکار. چین چین توم کم کم چین 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 چینگا چین جنگ ویتنام تمام جم جم وقتی تمام جم جم ویتنامی جنگ کم چین چین کم 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 اگر دروغ گفتی چینگا چین من دین 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 پس بای بای چینگا چین Kinga King, Tambaco, Mr. Hushka, please, Master Sukar. Bing, 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 bing. چک بودی که بالاخره اون چینی هست یا نه؟ بله اتفاقا از اون چینی های اصل قدیمی قدیمی جان شما. تو از کجا فهمیدی؟ عجب خنگی هستی تو در از من 2 ساعتی دارم با مردگی چینی هست میزنم اون وقت این با من میگه از کجا فهمیدی؟ ببینم تو زبان چینی از کی یاد گرفت؟ مردی حسابی من مادرزاد چینی به دنیا آمدم. چین چین چخه خفتی بیه تو مرد میخوای دستمون روشه؟ آخه اون چه چرندیاتی بود که به هم بافتی؟ کی به تو گفت حرف بزنی؟ مجبور بودم رئیس، اگه حرف نمیزدم چه خیت بود. تا
اتفاقی افتاده؟ نه. چرا؟ من هیچ وقت ندیدم که تو روز مشروب بخوری. ببینم، بازم محبوبه؟ آره، میدونی؟ من هر بلایی میکشم از دست این زبون بی صابونده خودم میکشم. اون دفعه به خاطر یه تو میمیری اون همه ناراحتی کشیدم. حالا این دفعه از اون مرتبه من بدتر شدی. خب جریان چه؟ چطوری بگم؟ من یادم میتونه یه قطعه الماس پاک و با لجن آلودش بکنه. این الماس کجاست؟ همینجا مقابل من وایساده. چی داری میگی جعفر؟ گوش کن آذر، دوباره یه دست گل به آب دادم. خودم هم نفهمیدم ولی نمیدونم چرا اینطوری شد. حرفتو بزن. راستش من به محبوب گفتم زنم به من خیانت میکنه. خب مبارکه، یعنی من به تو خیانت میکنم؟ مسخرم نکن، خودم هم نمیدونم چه غلطی کردم. ببینم چرا حقیقتو بهش نمیگی؟ بالاخره از دو حال خارج نیست، یا با تمام این دروغایی که بهش گفتی باهات عروسی میکنه یا ترکم میکنه. گوش کن آذر، ممکنه باور نکنی ولی من دیگه اشتیاق زیادی ندارم که با اون عروسی بکنم. منتظرم نمیخواد بفهمه تا این حد بهش دروغ گفتم. آخرش یه روز میفهمه. برای همینم میذارم از این شهر میرم، میرم جایی که هیچ کس منو نشناسه، جایی که اصلا نفهمم من اینقدر دروغگو هم. خیلی خوب، من حاضرم. منظورت چی؟ مگه محبوبه باور نکرد که من زن تو هم؟ چرا؟ خوب، حالا من معشوق برام بتراش. نه، من حاضر نیستم حتی به دروغم شده تو یه زن خیانتکار معرفی بشی. من نمیخوام تو معشوق داشته باشی ولو اینکه ساختگی باشه. آخه به جز این کار دیگه ای نمیشه کرد. باش، تو همون الماس پاک، نمیخوام با کارهای کسی به من آلوده بشی. نه ترس، من آلوده نمیشم، فقط میخوام به تو کمک کنم. ولی من ارزش این همه فداکاری رو ندارم. این موضوع رو من بهتر میتونم تشخیص بدم. تو فقط مردی که باید طرف مقابل من، یعنی معشوق من باشه پیدا کن. ولی آخه آذر، دیگه حرفش هم نزن. بسی ببینم کی میتونه رول معشوق منو بازی کنه. اجازه هست بنده بیام تو قربان شما برم؟ چی شده؟ نفهمیدم. میگم که نکنه بنده شاخ در آوردم. ای کلکا، نکنه برای من خواب ما بیدیده باشی؟ نه بله. چی شده تا محبوبه؟ بله. برو. سلام، میخوام یه خبری بهت بدم که هم خوبه هم خیلی بد و ناراحت کننده است برای من. چه خبری؟ مسئله که راجب کفش برات زدم یادته؟ متاسفانه باید بگم حدسم درست از آب در آمده. یعنی میخوای بگی زنه؟ نه، من باور نمی کنم، غیر ممکنه. اون زنی که من دیدم معال اهل این کارا باشه. حالا که هست. بله، امروز خودم شنیدم داشت با یه نفر تلفنی راندوو می داشت. البته که مربوط با یه زن که بیرون شهر راندوو نمیذارن. نه، متاسفانه من نتونستم مرد بشناسم، وگرنه با همین دستهای خودم خفش میکردم. برای منو چی رو میزنی؟ محل ملاقاتی شما فهمیدی کجا؟ یا چه وقتیه؟ آره، هر دو رو فهمیدم. برای منو؟ برای که تو هم با چشمای خودت ببینی، امروز اصمیام دنبالت که با هم بریم محل راندوو شو. میخوام تو هم ناظر جریان باشی. آره آره. هرچند که من هنوزم نمیتونم باور کنم، ولی باشه، اصل منتظر هستم. با کی داشتی حرف میزدی؟ با جعفر. میگفت امروز زنش با یه من قرار ملاقات داره، یعنی ممکنه؟ البته که ممکنه، همش هم تقصیر تو. اگه تو با یه مرد زندار دوست نمیشدی و اونو وادار نمیکردی، کار به اینجا نمیکشید. به من چه ربطی داری؟ اتفاقا به تو ربط داره. دوستی تو و جعفر باعث بی‌اعتنایی اون نسبت به زنش شده. زنش هم برای اینکه محبت و گمشدش رو پیدا بکنه به یه مرد دیگه رو آورده. درستی، من گناهکارم. ببین، تو نباید بذاری زندگی اونا به هم بخوره. تو اگه جعفر زنش رو با یه مرد غریبه ببینه حتما طلاقش میده. درست میگی، من هر طور شده باید مانع ملاقات اونا بشم. خب چطوری میخوای این کارو بکنی؟ الان میفهمی. آخه زن و بچه های جعفر تو همون هتل زندگی میکنن. هتل مروارید، بفهمی. من به خانم جعفر آقا کار داشتم. گوشی؟ بله بفرمایید، من خانم جعفر هستم. شما؟ شما منو نمی
میشناسین، ولی من شما رو کاملا میشناسم. میخوام ازتون خواهش کنم امروز بعد از ظهر بیاین رستوران چلسیتون همدیگه رو ببینیم. من خیلی گرفتارم، با تلفن نمیتونین کارتون رو بگین. نه خواهش میکنم بیاین، خیلی بی‌صلاح زندگیتونه. یادتون نره رستوران چلسیتون. خدافظ. امروز با یه مرد قرار ملاقات داری، از محل و ساعتش هم با خبره. دیگه چی میخوای بگم؟ بگم با رفتن تو به این ملاقات زندگی دستم پوچیده میشه، شوهرت طلاقت میده، بچه ها تو ازت میگیری؟ بازم بگم؟ آره. تو برای چی این حرفا رو به من میزنی؟ نفع و ضرر تو این کار چیه؟ میخوای بدونی؟ خیلی. پس طاقت شنیدنش هم داشته باش. شوهرت مدت هاست به من علاقه‌منده، عاشقمه، میخواد تو رو طلاق بده و با من عروسی کنه. ولی من از شبی که بچه های تو رو دیدم دیگه دلم نمیخواد این کار عملی بشه. فقط به خاطر بچه ها؟ نمیدونم، شاید یه چیزای دیگه هم باشه. ببینم، تو هم جعفر رو دوست داری؟ الان احساس خودم رو درست نمیشناسم، ولی میتونم بگم نه مثل روزه اول. پس چرا ترکش نمی کنی؟ بایی میدونم، فقط بدونین اگه 100% میخواستمش هیچ وقت یادم من که به من هدیه کرده بود براتون نمیفرستادم. چی؟ آره، جعفر این گردنبند و شب جشن به من هدیه داد، ولی من دیدم تو شایسته تر از منی. این گردنبند باید مال تو باشه، برای همینم روز بعدش برات فرستادم. خیلی از شما ممنونم. صبر کنین، بالاخره حرف منو قبول کردین. بازم خواهش میکنم با اون ملاقات نرین. خدا امروز اینجا دو تا خون ریخته میشه، خون یک جب عاشق و معشوق. حالا کار زن بدی به جایی رسیده که با سرموری هتل میریزه روی هم. همیز که زنت نیومده، بذار بیاد و معلوم بشه این موضوع حقیقت داره، بعد جفتشونو بکش. راست میگی، اصلا حق با توه، باید صبر کنم تا شریک جرمش هم بیام. ببینم، مگه نگفتی زن ساعت 3 بعد از ظهر اینجا قرار ملاقات داره؟ چرا؟ الان ساعت 4:30 ولی هنوز نیومده. نمیدونم چطور شده، حتما تاکسی گیرش نیومده. قرار گذاشتیم سر ساعت 3 اینجا باشیم. با چی قرار گذاشتیم؟ هیچی، یعنی همین طوری اینا تلفنی با هم قرار گذاشتن، زن بنده با آقای صافکار. حالا دیگه من اصلا میدونی چه این مرد چرا میکشن خیال خودم رو راحت میکنم. نه تو رو من پدریش در میارم. اگر مردی وایسا که اومدم من که وایس دادم که دل خوشی دارم. من جفر که نیشدم از جا تکون نخور. من تکون نمیخورم. خیانت یه مردی سبی چرا کردن تو؟ من میخورم بگیر من بسرم. این هوا ندارم بسرم میرم. از دکشت بزنی مردم چه مردن من میخورم. میگی از خود رفا تو گلسته من چه بخیرم بکنی؟ کنم مرد حسابی آنو برای چی مگه من دیگر دارم آنو ببنی بنی 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 چی دخترم، خیلی ناراحتی. نمیخوای علتشو به مادرت بگی؟ چیزی نیست مادر. چرا به من دروغ میگی؟ الان یک ساعت همین کنار چنبات میزدی و فکر میکنی منی که دیگه نمیتونی گول بزنی. تا حالا شنیدی وقتی یه نفر تو کویر میمونه و تشنگی سخت رو زورش میگه چه حالی داره؟ بعد همون آدم وقتی از دور چشمش به آب زلال و وسیعی که نرم نرم موج میزنه میفته چه حالی پیدا میکنه؟ میدوه میدوه، ولی افسوس که فقط به سراب میرسه. حالا زندگی منم مثل همون آدم میمونه. منظور جعفر مادر؟ فکر میکردم با محبت میتونم اونو به طرف خودم جلب کنم، با عشق و فداکاری کاری کنم که اون دست از حرکات بچگانش برداره، ولی حیف که همش سراب. همه این مرد همینطورن مادر. مگه پدرت یادت رفته؟ تو 3 ساله بودی و خواهر مرحوم 5 سالش که اون ما رو گذاشت و رفت و دیگه پیداش نشد.
تصمیم فکر میکرد اگه به کوه و بیابون بزنه پولدار میشه و ما خوشبخت میشیم، ولی این نمیدونست برای زن و بچه بودن خود مر از تمام ثروت دنیا بالاتر. ببینم مادر، اگه اون یه روزی برگرده و طلب بخشش کنه تو اونو میبخشی؟ اون هیچ وقت بر نمیکرده. که به این کمک میکنی؟ چرا منو جلو اون دختر دروغگو جلوه دادی؟ خیلی دلت میخواد بدونی؟ معلومه. پس بیا، به خاطر این هدیه لعنتی، هدیه که به کسی دیگه بخشیده بودی، به محبوبه عزیزت، و اون از راه ترحم و دلسوزی برای من فرستاد. خیالم این فیش خودم کردم، خیال میکردم تو اونو به من هدیه کردی، خیال میکردم تو اونو دوست کردی. عشقت نشون میده که اونو دوست داری. افسوس که اون نمیفهمه دوست داشتن یعنی چی. شب کن ببینم نکنه داری من اینجا میخری اون با خودت به هوای خواب بری اتاق گولی ها؟ این حرفات چیه؟ من به تو خیانت بکنم؟ اختیار تو خیانت؟ تو اصلا بی خیانت زندگی نمی کنی. با اجازه تو اینجا باش، من میرم میخوابم، صوبم با این مدیر میگم یک پاداش خیلی خوبی هم به جناب عالی بدن. با اجازه شما خدا حفظی. زمین گرمت بزنه مرد. هتل مرواری بفرمایی. بله رزرو کرد. خواهش میکنم. سلام قربان. تعظیم. سلام. سفر. جان دل. حسین قلی. امیر فضلرسه. بله بله. بسیار خوب. خوارو بارا بردن. بله بله بله. کافی. بله. بسیار خوب. یه من اشتاق کن. چشم. سلام خانم، حالتون چطوره؟ اومدم با هاتون یه قهوه بخورم. آه آه، امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ از بالای سر شما. خب موقع نهاره، ممکن افتخار بدین نهار رو با هم بخوریم؟ آه خواهش میکنم. پس بفرمایید. دعوت مهمونای هتل رو قبول کنی؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم، به کسی هم مربوط نیست. شما اونو دوست داری خانم، مگه نه؟ ببخشیم که این سوال رو کردم، میخوام بگم اونم شما رو دوست داره. شما از کجا فهمیدی؟ زیاد مشکل نبود، همونقدر که یه مرد نسبت به زنی تعصب نشون بده کافیه، معلومه اونو دوست داره. ممکنه شما درست بگی، ولی این موضوع درباره اون فکر نمی کنه. چرا؟
من عشق تو رو تو چشمای اون دیدم، ولی حد میزنم صدی بین شما هست که مانع رسیدن شما ها به هم میشه. پای یه دختره دیگه درمیم. آشو قطع کن. نه، پایی که قطع بشه پای من. من باید خودم رو کنار بکشم و همین امروز هم این کار رو میکنم. کن انگار داره عروس میبره. شش که قربان شش. شما عجبانی هستی، من دستبچی میشه. عجب بساطی قربان. به نظرم بین آذر اون یارو بگو مگویی شده، خیلی عصبانی بود. اولا آذر نیست و آذر خانومه، ثانیا الان کجاست؟ اون بابا تو رستورانه، آذر خانومم رفت بیرون، سگر باشم تو هم بود. چی؟ رفت بیرون؟ پچه زودتر به من نگفتی. من چه میدونم اون خنگ خدا کف دستم رو کرده بودم. و برو خدا رو شکر بکن که پس گردنی نخوردی، خیلی عصبانی. بفرما بیان نیکی بکن و لا اله الا الله. اصلا من نفهم تو اتاقا من تو چی کار میکنی؟ من از شما معذرت میخوام. آخه میدونی بله من... شما فکر میکنین چون رئیس اون هستین هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین. نه منظور من این نبود. من آذر الان بگن گوش کن پسرم، اون از این ناراحت که تو احساس باطنی اونو درک نمیکنی، محبت اونو نمیفهمی. اون واقعا به تو علاقمنده، از صمیم قلب تو رو دوست داره. برای همینم فکر میکنم دیگه به اینجا بر نگرده. اون میگفت پای یه دختر دیگه در میونه، میگفت بهتر خودشو کنار بکشه. نه نه، اون نباید این کار رو بکنه. اون نباید این کار رو بکنه. معلوم نیست اینجا تو این هتل چه خبر هست. همینجوری قایم موشک بازی در آوردن. نفهمیدم تو رو سننه. آها اتفاقا منم مننه. اوف شیه بوز گالیش، من سلمان این هتلم، باید بفهمم کی میاد یا کی میاد. همینطوری که نمیشد. نمیفهمم برای چی میخوای بدونی. آها برای این که واردین ریششو بتراشم از خارجینم انعم بگیرم. بفرما میمانم هم آمد. اون که مادر آذر میمون. آذر خانم سلام عرض کنم. سلام آذر کجا؟ والا بنده نفهمیدم آذر خانم کجا تشویش بردن، با منم چیزی نگفتن. بی خود میگه خانم، از من بپرسین. خب آذر کجا؟ والا آذر خانم تشریف بردن بیرون، ولی نفهمیدم کجا رفت. راست راستی که قربان عمه ای تو بری. نگاه کن میبینی بسنگ پای غزمین میگه پسر خاله. در هر حال من باش کار داشتم، قرار بود بمونه تمام بیام. ممکنه دیگه پیداش شه. پس بهش بگی من اومدم نبود، باز دوباره بر میگردم. خب خدا حافظ. باشد خدا حافظ. نردش داشتی نه؟ باید من تعارفش کنم به تو. چه؟ تو خودت سربر دیگری هستی. برشین حتی تا آقا یواش بره، منه ترسن. ممکنه بگین اون زنگی بود. ای کلک، اون مادر آذر خانومه، خیلی هم نجیبه. بله آره، من برای همین اینجا اومدم. اومدم حقیقت رو بهت بگم. من زن جعفر نیستم. اون بچه هایی هم که دیدی مال اون نیست. چرا حالا اومدی این حرف رو به من میزنی؟ برای اینکه اگه تصمیم داری با جعفر عروسی کنی، با خیال راحت این کارو بکن. ببینم، تو جعفر رو دوست داری؟ دلم نمیخواد به این سوالت جواب بدم، ولی آرزو دارم شماها سعادتمند بشی. خب حالا توقع داری به خاطر این فداکاری ازت تشکر کنم؟ نه هیچ توقعی ندارم، به خاطر خودم این کارو کردم. خدافظ. خودش داره میاد اینجا، نمیخوام منو ببینه. ممکنه یه جایی مخفی بشم. البته برو تو آشپزخونه. آقای جعفر خان، این دفعه اومدی چه دروغی بگی؟ هرچی تو چند تا داری بری بیرون. این دفعه آمدم حقیقت رو بگی. حقیقت؟ اونم از زبون تو. خب بگو ببینم. راستش من تصمیم گرفتم با زن بچه‌ام زندگی کنم. آذر واقعا زن خوبیه. اون موضوع خیانتم دروغ بود، خودم صحنه سازی کرده بودم. ببینم تو واقعا فکر میکنی آذر رو دوست داری؟ فکر؟
فکر چی؟ حد بودم. خیلی وقت عاشقش بودم و خودم نمیدونستم. حالا تصمیم گرفتم دور همه کارامو خیت بکشم و فقط با اون زندگی کنم. معذرت میخوام که ناراحتت. معذرت برای چی؟ چیزی که عوض بره گله نداره. اینم صورت حسابه. مرسی. ای بچه خوب همینجه. بندم همیشه صورت جناب علی عالی اسلام میکنم جمش. ای با رفت لطفا 50 تومن برای قدی جون انعام بنویسی. ممنونم متشکرم. خدا شریک ما. نفهمیدم اسلام رو بنده کردم پول با تو شریکم. بیبی چی میگه؟ برو بگو تو صورتش 50 تومن برای چی بنویسی. همه رو ویل کن انعام منه بگو اینه ببین شریکی ماو اگه مسخره کنی محکم میزنم تو اون پوزه بازم بچت بوز کردم تو همش دوربار میداری بازم نفذر کم کن باکن چه خبره؟ چه خبرتون شده؟ چرا اینقدر اینجا صدا؟ این چه میدونه چیه؟ این قربان اساس زندگی های شوشوخانه که زده به چک به جیم خورده اینم نوبه ای تسکی که زده به چک در رفته قربان. خیلی خوب اینا رو جمعش کن. جمع کن بسر. آی جمع کن. یلا مشخصاتشم به شهربانی اطلاع بدید. چش قربان. بیا تو دفتر من این کارو بکن که مشتری های هتل ناراحت نشن. صاحب کارتو هم به کارت بره. با چش قربان. ای شریف ما. یک بلای سرت بیارم. متشکرم تو کسی از دست خون نخورد آقایون بدون این تو سر صدا کنم بیا بیرون باید تو خیلی خورد خیلی خوب گوشی رو بذار خیلی بی سر صدا هر کاری میگم انجام بده وگرنه مجبور میشم با یه تیر خلاصت بکنم از من چی میخوای؟ جواهراتو سر اون صندوق باز کن نه این کارو نمی کنم با تون خود بازی نکن دختر صندوق باز کن گفتم نمی کنم بکنین هر کاری میگه بکن نه این کارو نمی کنم اون جواهرات شما رو میخواد اون جواهرات مال منه خواهش میکنم بذار ببره من نمیخوام به تو آسیبی برسه خواهش میکنم باید قربان تو برم آقا فوری بپر تو این یک تلفون بزن اداره پلیس خبر بده زودم برگردی بدو بی حرکت دستا بالا افتیر بدی من با جسم دیوار بی پدر مادر دکن نخوری قل سلا با حاوی که فرنگی زنده باد خودم دکن بخوریم پدر سر در آبادم گولی رو فرستاده میداره پلیس خبر بده الان برمیگرده ای جنازه برو بین آمدی انا بودو خیلی از شما ممنونم که جون آزر نجات دهید بدین صورت حساب من حاضر کنند چی؟ نمیفهم الهی هیکل نازنینت زیر گل بره نه نه رابرو رابرو بینم دماغ سوخته میخری دستا بالا بیا رکت درست بایستا اگر یک دفعه دیگه از این کارا بکنی یا بلایی به سر تو بیارم که در تا تو کشیلی متعفین بفرمایی ممنونم میتونم چرا این کارو کردی؟ کدوم کار؟ چرا به خاطر نجات من میخواستین این همه جواهر رو از دست بدین؟ میدونین خانم به نظر من جون یک انسان مخصوصا دختری جواهرات دنیا با ارزشتره شما یک انسان واقعی هستین کاش میتونستم یه جوری این بزرگواریتون رو جبران کنم ممکنه یه خواهش ازتون بکنم خواهش میکنم اجازه بدین پیشینتون رو به عنوان خداحافظی ببوسم هر طور میلتونه بزن دوست درش
ریخ گردنش بیم مثل گردن شبه بکنم بینجازم هم شروع دنه سلام حق داری بایدم سرت از شرم پایین بندازی خیلی دنبالتون گشتم تا اینکه دو ساعت پیش تو رو اینجا دیدم وقتی فهمیدم دخترم به این بزرگی شده خوش خجالت کشیدم تو صورتتون نگاه کنم برای همینم تصمیم داشتم بدون اینکه شناخته بشم از اینجا برم ببین زینت من برای تو شوهر خوبی نبودم اگه تمام ثروت دنیا رو به پاس بریزم بازم نمیتونم اشتباهی که درباره تو کردم جبران کنم تنها پسنداز 20 سال زحمت من تو این کیفه دلم میخواد اون رو به عنوان یه هدیه یه ناچیز از من قبول کنی نصر جان من پول و ثروت تو رو نمیخوام همونطور که 20 سال پیش نخواستم فقط خودت برام مهم بودی همینطور که الان هستی منو گرفته ای نامرد و حقوق باز بازی بازی با انعام سلمانی هم بازی الان حسابتو میرسه یه بلکنده با ما فیلم تمام شد من که ول نمی کنه پوش